مبارزه محمد قائدی با شلوارک سرمه‌ای در مقابل توماس نلسون. توماس نلسون یکی از بهترین کیک باکسرهای هلند، شاگرد پیتر آرتس هم هستش. ببین محمد قائدی چه میکنه. محمد قائدی رو ما مبارزات دیگه اش هم در همین پیج گذاشتیم. یکی از معدود ایرانیایی هستش که فعلا گمنامه به خاطر اینکه تبلیغی روش نشده، ولی این فایتر ما 63 تا مبارزه انجام داده، 59 تاشو برده. یعنی بیشتر از فلوی مین ودر، بیشتر از عرض کنم خدمتتون که خبیب، بیشتر از کانر برد داشته تو زندگیش در رشته. حالا این کیوان رولز و کیک باکسینگ دارن فایت رو انجام میدن با همدیگه در میانه رینگ. من مبارزه رو میخوام براتون همزمان گزارش بکنم. همین گفتم یه تعریفی از محمد قائدی داشته باشیم، چون فایتر واقعا خوبی از میزان برد. حالا درسته ممکنه دوستان بگن تو سازمان‌های مختلف بوده، ولی فایتر بسیار شیشتونگه و من مطمئنم در آینده نزدیک اسمش رو خیلی زیاد خواهید شنید. محمد قائدی اینجا یکی از مبارزات سختش رو براتون گذاشتیم، سختی که انجام داده رو. اصولا میاد تو فایت فایترها رو سری ناک‌اوت می‌کنه. این مبارزش مبارزه سختی بود. در میانه رینگ همدیگر رو بعد از زد و خوردی که انجام شد دارن میزنن. یه های کیک به محمد قائدی میزنن. محمد قائدی با گارد عالی دفاع میکنه. یه لو کیک عالی از محمد قائدی. مبارزه سختیه، مبارزه کیک باکسینگ که دارن انجام میدن دوتا فایتر. فقط به گاردا توجه کنید، چقدر قشنگ در عقب رفتن حریف رو ناک داون میکنه. محمد قائدی چقدر زیبا، ببینید یه چشمه از کاراشه، واقعا فایتر خوبیه. بادی پانچ، یه میت سکشن کیک در مقابل توماس نلسونی که عرض کردم شاگرد پیتر آرس هلندیه، فایتر خیلی خوبیه. اینجا مبارزات در کشور ترکیه و استانبول داره انجام میشه. های کیک رو دیدید؟ عجب های کیکی زد. واقعا فایترهای واقعی و اصلیتون رو باید بشناسین. فایترهای واقعی در کشور باید شناخته بشن. چه های کیکی در راند یک حریف رو دو بار ناک داون میکنه، مبارزه ادامه پیدا میکنه در راند اول. یه اوورهند عالی، یه جپان چه دیگه. محمد قائدی چقدر قشنگ کار میکنه. محمد قائدی میدونید که چپ دسته و گاردشو ساوپا میگیره. ببینید گارد ساوپا هستش. یه لفت پانچ دیگه و حریف رو ببینید اسیر خودش کرده. قرص و محکم میاد جلوه حریف و اجازه نمیده که حریف کاری رو انجام بده. بازی میت سکشن که خوب دفاع کرد. حریفش با دست خشنگ دست رو آورد پایین و دفاع رو انجام داد. کارت خوب بسته. محمد قائدی هم خوب زانو میزنه. اینجا هم زانو محکم زد به شکم حریف که حریفش بیزه بندش رو گرفت، یعنی به اون زده ولی الکی بود چون واقعیت به شکمش خورده. هایکیک میخواد بزنه که سجداره دفاع میکنه. محمد قائدی با دست و پا یه لوکیک زد که محمد قائدی خورد. ببینید چقدر قشنگ و با اعتماد به نفس یه آپرکات، یه زانو دیگه. نزدیکش بشه کسی، محمد قائدی نزدیکش بشه زانو رو خورده. محمد قائدی زانو خوب میزنه. تازه اگر اجازه بدن آرنج هم بزنن تو بعضی بازی‌ها که خب رولزش از آرنج چیزی دارن تو موتای اینا، ضربات خیلی خوبی رو میتونه بزنه. راند اول به پایان میرسه با پیروزی مطلق در سازمان KFA. پیروزی مطلق محمد قائدی. ببینید چه کرد در راند یک. زانو محکم اینجا به شکم حریف زد. دیافراگمو واقعا پاره کرد. یا ایکی که دیگه اینجا ببینید ناکتاوناش هم دوست داریم نشون بده بهمون اینجا که چه اتفاقی افتاد. از کردم مبارزه سختش رو براتون بشون. در یه برگشت یه رایت پانچ میزنه به صورت حریف و ناکتاوناش میکنه. ناکتاوناش میکنه اینجا هم بیاره ناکتاون دیگه با های کیک که زد انجام داد. صحنه رو ببینید، بادی پانچ عالی محمد قائدی با اعتماد به نفس عالی. این زانواش نیش داره، شام سوال حریف زانوش نخورد. اینجا یه میت سکشن کیک دیگه و اینجا بود که در برگشت بازی ضربه دیگه زد. حریفش بی‌مهابا اینجا داشت بهش مشت میزد که خوب دفاع میکنه. ببینید چقدر قشنگ جا خالی میده. فایتر شیشتونگه واقعا محمد قائدی. های کیکو ببینید، فایتر شیشتونگه و عرض کردم مبارزه سختش رو براتون باشد. جزو مبارزه سختشی که همون اول ناکاوت نکرد چون اصولا رانده یکیه. فایتر خوب رو میخواییم بشناسین، عیارش مشخص بشه. رانده یک تایسون، فایترهای بزرگ دنیا همین اینجوری بودن، میرفتن که همون لحظه تموم بکنن. حالا نمیگم که به این صورت باشین، بعضی بی‌محابا میرن چلو فقط برای اینکه بزنن میخورن. اینقدر تمرین کرده باشن آماده باشن که بیان برای تموم کردن. محمد قائدی شروع میکنه. ببینیم چه اتفاقی میفته در راند دوم. همدیگر رو دارن میسنجن. مربیش باهاش صحبت کرده، مربی توماس نلسون هم باهاش صحبت کرده. به استراتژی ها ممکنه تغییر بکنه. ببینیم چه اتفاقی میفته در میانه رینگ. چپ و راست خوبی رو با هم دیگه میزنن. اینجا شروع کرد حمله ای تر کار کردن توماس نلسون. او که چپ و او که راست خوبی رو میزنه. یه جپ پانچ عالی و در برگشتش هم یه پانچ عالی
میزنه محمد قائدی و یه لیور کیک دیگه هم میزنه. حریفش واقعا میتونه بگه بدن قرصی داره، چون هر کی بود الان افتاده بود. ضربای محکمی رو میزنه محمد قائدی، اصولا ضربات محکمیه. اسمشو خیلی خواهید شنید در آینده نزدیک. محمد قائدی فایتر خوب از کشور ایران در مقابل توماس نلسون از هلند، مبارزه داره ادامه پیدا میکنه. یه دونه میکسیشن کیک دیگه، یه میکسیشن کیک دیگه، یه لیور کیک هم بهش میگن. حریفش داره دفاع میکنه و بیشتر دارن همدیگر رو میسنجن. محمد قائدی داره مدیریت میکنه، رانده یکی کامل برده. باز ببینید چقدر قشنگ تو برگشت داره فانچ میزنه. حریفش هم بیمهابا داره حملاتش ادامه میده. ببینید بیمهابا بود که چپ بوکه راست آپرکات هم اومد بزنه که نخورد، جلوی صورت محمد قائدی رد شد. یه های کیک میخوره به صورت محمد قائدی، ولی سرش اینجوری نشون داد یعنی هیچی نشد. باز نزدیک میشه به حریفش، جبو نشون میده. این چپ دست بودنش خیلی کمک میکنه، کامبینیشن نشون میده، جبو میزنه و همزمان لو کیک و در ادامه یه لو کیک دیگه با قدرت. ساقش هم میش داره، حالا این استخونی هاست که بخوره درد داره واقعا. زانوه دیگه ببین چقدر زانو رو محکم زد به شکم حریف و حریف رو به هم ریخت. محمد قائدی اینجا زانوش کارساز، حریفش دوتا پوشکیک میذاره محمد رو دور کنه. یه اوورهند که نمیخوره، حریفش هر ضربه میخواد بزنه. محمد قائدی ببینید چقدر قشنگ و محکم داره خوب دفاع رو انجام میده. بازی لفانچ دیگه، بک فیس میخواد بزنه، همون رو تبدیل میکنه سپینینگ هیل کیک، ولی دفاع میکنه. حریفش با گارد ارتودکس و محمد قائدی با گارد ساوت پا، به خاطر اینکه عرض کردم چپ دسته. چپ دست بودن خیلی مزیت ها داره، مخصوصا هوک چپ. وقتی که حریفش پانچ راست میزنه همون هوک چپ میزنه و خیلی از چپ دستای خوب دنیا مثل تو ام ام ای هم کانر مگریگور از این داستان استفاده میبره. باز در میانه رینگ خان درگیر بشه محمد قائدی. ببینید قرص محکم واشده، یه زانو میزنه به حریف، عقب میره. بیشی میخواد بزنه که موفق نمیشه. لایکی که دیگه باز موفق نشد. یه بادی پانچ و دفاع. دست که بالا باشه شما میتونی با خیال راحت کارتو انجام بدی. راند دو هم به اتمام میرسه، راند دو هم به اتمام میرسه. آماده میشیم برای اینکه راند سوم رو براتون گزارش کنیم و از همه مهمتر میریم صحنه های یواش رو ببینیم، که این صحنه های یواش و آهسته خیلی کمک میکنه اینکه ریزه کاری ها رو هم ما دیده باشیم. ببینید اینجا حریفش چند تا هوک چپ و راست رو میزنه به محمد قائدی در نزدیک، یعنی حالتی که نزدیک هم هستن و یه لوکی که اینجا رد و بدل میشه. یه لفت پانچ اینجا عرض کردم خدمتتون که اسپینینگ اسمارت بزنه که خوب دفاع کرد محمد قائدی. جب پانچ و لفت، جب پانچی که زد و لفت جب، یعنی اون جبی که زد محمد قائدی، اون لفت هوکی که داشت میزد، یه لفت پانچی که داشت میزد، همون لفت پانچی که بهتون گفتم چپ دستا میزنن که خیلی خوب میزنن. و لوکیکی که اینجا تعادل حریف رو به هم میزنه. سکندریه توماس نلسون رو ببینید. محمد قائدی واقعا خوب کار کرده. میتونم بگم حریفش از این کله آهنی هاست که نیفتاده بود. اینجا بود که اومد سپینینگ هیل کیک هم بزنه که دوباره با یه پوشکی که محمد قائدی تعادلش به هم خورد. میریم راند سه. ببینید چقدر احترام زیبایی میذاره محمد قائدی. خیلی آدم مؤدبیه، خیلی فایتر خوبیه. براش آرزوی سلامتی میکنیم. ببینیم چه اتفاقی میفته در ادامه. حریفش باز دوباره حمله ای تر داره کار میکنه. ببین اینجا میاد که از بوکسش استفاده کنه، چپ راست هر چی میزنه قرص و محکم. این فلوی مین ودر وای میسه محمد قائدی بر بوکس و همونو شروع میکنه به کیک زدن. قدرت بالایی داره. باری کلا به محمد قائدی. طرف داره هر دو فایتر رو میبینیم که وای سدن و دارن از مبارزه فیلم هم تهیه میکنن و ما داریم این مبارزه رو براتون گزارش میکنیم. یه دونه لفت پانچ دیگه، همون لفت پانچ هایی که عرض کردم خدمتون. یه نیه دیگه هی بیزه بندش نشون میده در صورتی که پاش میکنه. سپینینگ هیل کیک که باز نخور و دفاع میکنه حریف. محمد قائدی از قدرت بدنی بالایی هم برخورداره و
فیزیک خوبی برای این مبارزات داره، واقعا فایتر شیشتونگ خوبیه. عرض کردم حالا شما باش بیشتر آشنا خواهید شد. در میانه رینگ هم دیگر باز دارن میسنجن، یه کامبینیشن از حریفش که موفق نمیشه، یه مید سیکشن کیک در میانه رینگ دوباره ادامه پیدا میکنه. پشتای محکمی که دارن رد و بدل میکنن، یه هایی که دیگه که دفاع میشه. باور کنید دستکش اگه دستکش امی بود الان چند بار ناکاوتی داشتیم میدیدیم. دستکش خب ابرش بیشتره، پهنتره و ضربه رو یکم پخش میکنه جایی که همون لحظه نفوذ بده مثل مشت خالی. مبارزه ادامه پیدا میکنه. یه های کیک دیگه که عدت مید سیکشن کیک بود، حریفش باز بی محابا میخواد حمله بکنه که موفق نمیشه. رقص پا رو میبینیم از حریف که داره جاشم عوض میکنه، یه لوکیک میخواد بزنه که موفق نمیشه. خوب کار میکنه محمد قائدی. دوستان عزیز اینو بدونید که خب فایتره که تو ایران اصولا حمایت نمیشن و فقط خودشونن و خودشون. ما امیدواریم بتونیم با این کانال خیلی ها رو معرفی بکنیم، خیلی از واقعی ها رو که به هر حال مردم بشناسن و مبارزات واقعی رو ببینن و فایترهای واقعی رو بشناسن. خیلی از مبارزاتی که به صورت فیک انجام میشه و قهرمان جهانهای پوشالی رو دنبال نکنن. در ادامه مبارزه رو براتون گزارش میکنیم. گارد ویژه محمد قائدی رو نگاه کنید، یه جب بهش نشون میده، خیلی خونسرد داره کار میکنه، فقط داره یه پای ریز برمیداره و فقط حریف رو داره خسته میکنه. محمد قائدی با یه دور زدن یه قدم برمیداره، حریفش دو دور میچرخه دور خودش، یه چپ میاد حریفش دو قدم میاد میبره. اینا باعث میشه که نفس حریف رو بگیره. 10 ثانیه مونده تا پایان راند سوم. ثانیه های بیشتر نمونده که راند تموم بشه. محمد قائدی خیلی بهتر کار کرده و راند سه هم به پایان میرسه. به پایان میرسه و میتونیم بگیم که یکی از فایت‌های سخت محمد قائدی رو داریم میبینیم. عرض کردم اصولا خیلی سریع تموم میکنه حریفاشو به علت نیای خیلی خوبی که میزنه و زانوهای عالی که میزنه. صحنه راند سه را ما هم مشاهده میکنیم. حریفش اینجا بی‌محابا چپ راست داشت میزد که گارد رو ببینید چقدر قشنگ بسته و اجازه نفوذ رو نمیده. همون رو شروع میکنه یه لف پوینت زدن دیگه، حریفش آپرکات و به جایی نمیرسه. اینو بدونی که تو راند یک دو بار ناکداون کرده محمد قائدی. چه های کیکی هم اینجا میزنه به حریفش، ولی خب حریفش هم خوب دفاع میکنه. صحنه رو از این ور داریم میبینیم، اینجا هوک مد بزنه حریفش که نخود. ریچ ادوانتیجی که داره محمد قائدی، دست و پای بلندی داره و باز اینجا یه لف پانچ عالی رو میزنه به صورت حریفش توماس نلسون. جبو نشون میده، لف پانچ عالی میبینید با گارد پایین و اعتماد به نفس بالا خوب کار میکنه در سازمان KFA. و حالا باید قاضی ها مشخص بکنه که کی پیروز این مبارزه بوده. واقعیت کار سختی نیست، دوبار ناکداونی داشته حریف و واقعیت هر کسی اینو میتونه تشخیص بده که محمد قائدی پیروزه، مگر اینکه ما بخوایم الکی حساس کنیم این داستان رو. بله، دستش به عنوان پیروز بالا میره. محمد قائدی عزیز و پیروز این مبارزه میشه، به راحتی حریفشو پشت سر میذاره. اما میگم این مبارزه ای بود که یکم طول کشید. محمد قائدی خیلی زودتر از این حرفا حریفو تموم میکنه و خیلی ما دوست داریم که از فایترهایی که واقعی هستن، فایترهای عالی کشورمون، از اونها بیشتر برنامه بسازیم. نظرتون رو در مورد این برنامه بهمون بگین. لطفا ما رو سابسکرایب کنید. از دیگر برنامه‌هایی هم که اینجا براتون می‌ذاریم حتما استفاده کنید و برین توش ببینید اونا رو. مرسی از اینکه ما رو دنبال کردین. خدا نگهدار.